سلام و درود به شما بیننده های عزیز ما. روزتان بخیر، امیدوارم که جور صحتمند باشین و روز تا به لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. بله دوستان عزیز، به یک دیگر از برنامه های رای درمان با ما فریبا عباسی خوش آمدین. خب دوستان عزیز، امروز موضوع بحث ما کمک های اولیه است که خیلی مهم است. همه ما و شما باید یاد داشته باشیم. خدای نخواسته در خانه و یا بیرون یگان اتفاقی که اصلا انتظارش نداریم میفته، باید کمک های اولیه را همه ما و شما یاد داشته باشیم. در این مورد استاد شاناظر هاشمی، مدرس کمک های اولیه و همچنان مسئول کلینیک صحت زندگی را دعوت کردیم تا بیشتر در این مورد توضیح بدهد. بسیار زیاد خوش آمدید. سلامت باشین. سلام خدمت شما، سلام خدمت همه همکاران خوب شما و بینندگانی محترم تلویزیون رو فردا. احترامات خود از زمین پرده تلویزیون برتون تقدیم میکنم. آها تشکر استاد. ما امروز موضوع بحث کمک های اولیه گرفتیم. کمک های اولیه قسمی که گفتم خیلی مهم است، باید هر فرد یاد داشته باشه. حالا یک معرفی از کمک های اولیه داشته باشیم که کمک های اولیه چی هست؟ خب ما وقتی که میایم کمک های اولیه، قسمی که از نامش پیداست اولیه هست، یعنی دقیقاً در ساحه که یک حادثه اتفاق میفته پیش از رسیدن شخص به شفاخانه اقدامات انجام بشه. کمک در کل ما تعریف کرده میتونیم کمک های اولیه سلسله اقدامات یا کارهایی است که قبل از اینکه مریض به شفاخانه برسه ما اینا رو نزد مریض باید انجام بدیم تا وضعیت مریض را بهبود پیدا بکنه و بتونیم برای مریض کمک کرده بود. بسیار خوب. و استاد امروز موضوع بحث ما یک شاخه از کمک های اولیه است که طریقه انتقال فرد مصدوم یا زخمی که کسی که افگار شده هست. خب حالا طریقه انتقال فرد مصدوم چگونه هست اگر شروع کنیم به توضیح؟ بله خب ما شما شخص مصدوم به شخص را میگیم که دچار آسیب شده باشه. ممکن این شخص مصدوم در روی سرک باشه، ممکن این شخص مصدوم در داخل خانه باشه، یا ممکن از حوادث ناگوار یا اتفاقات مثل حوادث انفجاری روزهای قبل که خدا اینها رو در وطن ما از وطن ما گم بکنه. باز هم اینی اشخاص که اینجا دچار صدمه میشه، اینا مصدوم میشه، ما به اشخاص مصدوم میگیم. ما راههای انتقال از اینها رو امروز هر کدام از اینها رو یکی به نوبه دیگر همراهی بنندا شریک خواهد کردیم. بسیار خوب. بله خب در نخست چیزی که بسیار مهم هست در مصدومین اینجا بحث تریاج هست. تریاج یعنی اولویت بندی، یعنی ما کدام مریض را ما باید انتقال بدیم. خب زمانی که ما تریاج میکنیم، یعنی یک شخصی که میبینیم در یک محل دو شخص همزمان در اینجا چی هست؟ مصدوم هست. ما مصدومی را اول انتقال میدیم که او مصدوم، یعنی چانس بهتر شدن و چانس خوبتر شدن از زیادتر باشه. مثلا یک کسی را ما میبینیم که این مصدوم ما پیش از اینکه به شفاخانه برسه ممکن ای از بین بره، ما این شخص را اول اینا را انتقال نمیدیم، کمک اولیه برای انجام نمیدیم. به کسی که چانس زنده بودن یا چانس بهتر بودن از این هست در اینجا ما برای این کمک را انجام میدیم. خب بعد زمانی که ما مرحله تریاج خلاص شد یا مرحله اولویت بندی، می خواهیم مصدوم خود انتقال بدیم. در کل طریقه های انتقال مصدوم به دو نوع است. یکی مثلا من خودم تنهایی هستم یک مصدوم را انتقال میدم، یک طریق انتقال نقل مصدوم. دیگرش طریق انتقال مصدوم توسط یک وسیله، توسط یک چیز، توسط یک چوکی و به واسه دیگر. خب پیش از اینکه ما و شما بخوایم طریقه های انتقال را سرش بحث بکنیم، بهتری است که ما باید در مورد اول پیش از اینکه میرسیم باید خود ارزیابی کلی مریض را انجام بدیم. ارزیابی مریض هم باید در صورت میگیره که ما فضای کافی داشته باشیم، یعنی محیط ما و شما امن باشه، بعد امنیتی صاحب مثلا جایی باشه که ما امنیت خود احساس بکنیم، یعنی کاری نشه که به خاطر نجات دادن شخص مصدوم خودم جان خود ما به خطر بیفته. و هدف دیگه ما و شما باید اینجا باشه که ما حد اقل توانی که داریم به حالت مریض رو بهتر بکنیم، شخص مریض مصدوم رو بهتر بکنیم. خب میایم حمل مریض یا حمل مصدوم توسط خود شخص به سه روش انجام میشه. اینها یکی یک نفری هست بدون وسایل کمکی، حمل یک نفره هست، حمل دو نفره هست و حمل گروهی هست. یعنی ما و شما، ما تنهایی هستم حمل یک نفری، ما و شما هستم حمل چند میشه؟ دو نفری و حمل گروهی تعداد کمک کننده چند نفر است میتونه زیاد باشه. بعد روش های حمل یک نفره هم روش های خاص خود داره که یک شب ما به تصویر به بینندگان نشان میتیم. بسیار خوب. سلاید بعدی. خب اینجا انواع حمل یک نفره، یکش حمل عصایی هست. حمل عصایی یکی از ساده ترین روش هست
که قسمی که بینندگان تصویری که ایجا هست و میبینن، برای کسایی است که اینا هوشیاری کافی داره. بسیار هوشیاری کافی داره، خودش میتونه زیادی شعور نداره، شعورشان هست. اینا فقط آسیبشان از ناحیه پا هست. دقیقاً از یک قسمت شانه، مثل که در تصویر سلاید بعدی هست، بینندگان میبینه از یک طرف شانه شخص مصدوم را انتقال میده. بله. این طریقی یک نفری هست یک نفری هست. شخص مصدوم از صدمه از ناحیه پا دیده و در اینجا شخص کاملا هوشیاره. شخص مصدوم این حرف شما را میفهمه، کاری که شما میکنین او کاملا خودش درک میکنه. بسیار خوب. بعد روش دیگه، تصویری که دیگه ای که در اینجا هست، حمله به شکل کلی آتش نشانی هست. در این روش هم به شکل یک نفری هست. در اینجا هم خیلی شما متوجه باشین که شخص مصدوم آسیب در ستون فقرات ندیده باشه. در صورتی که آسیب در ستون فقرات دیده باشه، به این شکل حمله شما او را این وضعیت بدتر میکنین، نه بهتر. آسیب هم در قسمت های اندام های تحتانی هست، آسیب در قسمت دست است. در این قسمت ها شما میتونین به این شکل کلی آتش نشانی هم اینا رو چی بکنین، انتقال بکنین. بسیار خوب. روش حمله دیگه هست، روش سوم. بله. روش سوم روش چی هستن؟ روش کل کردن یا مو روش انداختن در پشت. در این روش هم شخص باید زیادی شعور نداشته باشه، شخص باید کاملا حالات را درک بکنه. و این روش که ما انتقال میتیم هم به کسایی هست که اینا آسیب نخایی یا ستون فقرات از اینا آسیب دیده نشده باشه، گردن از اینا آسیب ندیده باشه، در این مورد هم ما اینا را به شکل انتقال میدیم. روش دیگه هم هست که ما و شما این روش گهواره‌ای میگیم، که زیادتر این روش مخصوص اطفال و مخصوص کسایی که وزن کم داره ما از استفاده میکنیم. کسایی که وزن کم داره این روش بهترین روش است بر انتقال مصدوم. دقیقاً ما مثل که طفل را در بغل خود میگیریم یا روش گهواره‌ای برش میگن در اصطلاح تیبی، ما میتونیم از یک ساحه مصدوم را به ساحه دیگه انتقال بدیم. این یک از روش های خیلی مفید هست. البته در این روش انتقال هم باید ستون فقرات آسیب ندیده باشه. بسیار خوب. بله. و استاد، کمک های اولیه تا با چه اندازه مهم است به یک فرد؟ دقیقاً کمک های اولیه ببینین، تا زمانی که ما خب در بین اجتماع هستیم در شفاخانه ها، خیلی کسا رو میگیم که شما بیاین آموزش کمک های اولیه رو فرا بگیرین. متاسفانه باز اکثر کسا میگن من دکتر نیستم، چرا من کمک اولیه یاد داشته باشم؟ بحث اساسی کمک های اولیه اصلا مربوط دکتر نمیشه. کمک اولیه مربوط تک تک فرد اجتماع میشه. هر کس ممکنه یک حادثه در داخل خانه، در داخل سرک، در بیرون، در اجتماع، در همه جا برای یک شخص ممکنه داره رخ بده. پس این مفیدیت از این است که ما میتونیم جان یک نفر را نجات بدیم. بحث کمک های اولیه نجات جان مصدوم هست، میتونیم حالت را بهتر بکنیم. اگر ما کمک های اولیه درست انجام داده نتونیم، درست یاد نداشته باشیم، بر علاوه حالت مریض ما بخوایم بهتر بکنیم در زمان انتقال، حالت مصدوم رو ما بدتر میکنیم، اگر در صورت که ما کمک اولیه رو درست یاد نداشته باشیم. بسیار خوب. کمک های اولیه شامل کدام اقدامات میباشد؟ دقیقاً اقدامات کمک های اولیه اقداماتی هست که پیش از رسیدن مریض به شفاخانه انجام میشه. مثلا یک مریض که خونریزی می داشته باشه، ما خونریزی زیر استاد میکنیم، شکستگی می داشته باشه، شکستگی زیر کار میکنیم که شکستگی زیر به حرکت شوه. مثال شخص مصدوم که تنفس نمیکنه، ما تنفس برای زیر نفس مصنوعی میدیم. کمک های اول مثال در سی پی آر یا حملات قلبی ما برای زیر سی پی آر میکنیم. یعنی در کل اقداماتی که قبل از رسیدن به داخل شفاخانه انجام میشه. و این اقدامات، هدف از اقدامات چیه؟ نجات جان مصدوم هست و بهتر کردن یا کمک کردن به وضعیت مریض. به این خاطر ما کمک های اولیه در نزد اشخاص انجام میدیم. بسیار خوب. این کمک های اولیه را هر فردی که در خانه باشه یا در بیرون باشه انجام میتونه؟ بله دقیقاً. و اگر این فردی که انجام میده باید کدام خصوصیات را داشته باشه، کدام نکات را مراعات کنه؟ بله، یکی از موارد خیلی مهم هست کسی کمک های اولیه را انجام میده، اولین شرطش است باید خودش خونسردی خود را به طور کامل حفظ بکنه. یعنی تو نشه که مثلا وقتی که شخص خون ریزی را، یعنی شخصی که با حالت بد، چون کمک کننده اولیه کسی است که در حالات بد مریض میبینه، این یه حالت خوب نیست، وضعیت نابسامان هست، وضعیت خوب نیه، اولین کار که است باید بالای خود حاکمیت داشته باشه، خونسردی کامل رو در اونجا حفظ کرده بتونه، یکی از ویژگی هایش. دوم باید دقت در عمل داشته باشه، یعنی کاری که میکنه باید مکمل خیلی دقیق باشه. و گپ سوم باید سرعت عمل داشته باشه. کسی کمک کننده اولیه این نیست که مثال خونریزی استاد، خونریزی مریض جریان داشته باشه بعد
بدوه یا این طرف یا اون طرف یا پشتگان چیز، اینا باید در همون ثانیه در همون دقیقه باید کار برای مریض بکنه. و دیگه خلاقیت باید داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی از هر اون چیزی که در نزدیک ازی وجود داره از این به عنوان کمک کننده اولیه استفاده بکنه. مثال صد خدای نخواسته فعلا یک اتفاقی میفته، مثال یک شکستگی، این میتونه دفتر این کتابچه به شکل یک اتل استفاده کنه، یک تخته چوب رو به شکل اتل استفاده کنه. ویژگی دیگه کمک کننده اولیه از همه که مهمتر اویه که او خلاقیت داشته باشه، یعنی از هیچ چیزی که در چهار طرف ازی وجود نداره این برای مریض یک چیز جور بکنه تا وضعیت مریض بهتر بکنه. بسیار خوب. اگر یک فرد دکتر صاحب زخمی شود در خانه، باید کدام موارد یا که در بیرون همیشه خصوصا در خانه کدام دواها ادویه ها باید باشه به خاطر کمک اولیه، تا خدای نخواسته یک فرد زخمی میشه یک جای میفته از اونها استفاده شود که خیلی لازم است. دقیقاً ما وقتی که میگیم مبحث کمک های اولیه، قبلا هم به شما اشاره کردم که تنها مبحث دکتر نیست، یعنی یک طبیبی کار نمیکنه. ببینید اگر ما اینجا بخوایم بحث ادویه رو بیاریم، این بحث میشه در داخل شفاخانه باید برای مریض ادویه توصیه شه. ما دقیقاً بحث شما گفتن که خونریزی باشه، درست است؟ بعد در این موارد ما موارد دیگه به غیر ادویه کمک هایی است که در روش توقف خونریزی استفاده میشه، باید اونها رو اونها استفاده بکنه. مثلا اگر یه خونریزی در ناحیه دست باشه، اولین کاری که اینها میکنه فشار مستقیم در بالای خود جرحه هست، خونریزی استاد میشه. یک طریقه، این طریقه خیلی طریقه مروج هست، دفعتن خونریزی استاد میشه. اگر اتفاقا این طریقه نتیجه نداد، بعد بار دوم کار دیگه ای که اینها میکنن استفاده از بنداژ فشاریه. خب درست است در داخل شفاخانه خود ما بنداژ هم نداریم، میتونین از یگان تیکه دستمال یا هر چی به عنوان بنداژ استفاده بکنین. بعد میتونین بالا نگه داشتن عضو طریقه دیگه ای هست که ما شما زمانی کنترل خونریزی از استفاده میکنیم، عضو مصدوم جای خونریزی داره رو میتونه به شکل از بدن بالاتر نگاه بکنیم تا خونریزی چه شبه استاد شوه یا کمی کمتر شوه. به این روش و روش های دیگه ای هست که بخصوص در زمان ایمپوتیشن ها میگه یا در زمانی که یک عضو قطع میشه، در این زمان ما باید اینا رو چه بکنیم؟ تورنیکت بسته بکنیم که اینها تا زمان رسیدن به شفاخانه میتونه به جای تورنیکت بازم و دستمال یا یک کشر استفاده بکنیم که خونریزی در اینجا مکمل چه شوه استاد شوه. خب دکتر صاحب، ادامه بحث ما که طریق انتقال فرد مصدوم بود میپردازیم. بله، بعد چند روشی که ما گفتیم اینا روش هایی است که به شکل یک نفری انجام میشه. خب بعضی انتقالات هست که انتقالات را به نام حمل های کششی یا انتقال های کششی ما اینا را نام میکنیم. اینا زمانی است که ما یک شخص مصدوم آسیب در قسمت های ستون فقرات هست، مثال آسیب در قسمت های گردن هست، اینا را چند طریقه ما میتونیم که اینها را انتقال بدیم. یک، کشیدن بالباس هست، قسمی که در تصویر شما میبینین. اگر یک شخص مصدوم در یک جای افتیده باشه، ما اینها را بلند کرده نتانیم، یعنی آسیب در قسمت های ستون فقرات باشه و یا آسیب در قسمت هایی باشه که ما او شخص را نباید از جایش حرکت بدیم و یا وزن مریض سنگین باشه، درست است؟ ما میتونیم از لباس مریض در کنزی قسمت میتونیم یک شخص مصدوم را و فاصله ما باید کم باشه در قسمت، یعنی نمیتونیم که ما به شکل کشیشی یک شخص مصدوم را مثلا 10 متر را ببریم، درست است؟ یعنی به تصویر کسی بله. این طریق کشیدن بالباس است، ما میتونیم که این شخص وزنش زیاد هست و ما هم یک نفر هستیم، میتونیم توسط لباس این شخص را از یک جا میتونیم به جای دیگه چه بکنیم انتقال بله. اینا ضرر، خب ضرر داره، من منتها ما چون یک نفر هستیم دیگر راه حلی نداریم، وزن مریض سنگین هست، فاصله ما کم است، مجبور هستیم باید همین روش استفاده بکنیم. بسیار خوب، طریق دیگر؟ بله، روش دوم روش بازو به بازو هست، هم عین چیز است. در صورتی که یک مریض، خب این تصویر که در اینجا است کشیدن با پتو هست، فکر کنید یک مریض لباس نداره، بعد ما چیکار میکنیم؟ این رو در روی یک پتو قرار میدیم، جابجا میکنیم، بعد میتونیم از یک قسمت پتو مصدوم خود چه کنیم، کش بکنیم. روش دیگه ای کشیشی هست، این روش را شما میتونین روش بازو به بازو نام میکنه. روش بازو به بازو دقیقاً تصویری که شما در اینجا میبینین از قسمت شانه مریض اینا گرفته میشه و شخص مصدوم از یک جابجای دیگه انتقال پیدا میکنه. البته یک چیز دیگه که در اینجا باید یادآوری بکنم و او این است که هیچ گاهی شما شخص مصدوم را تا زمانی که درست مشکلات ازی بررسی نشده در انتقال ازی نپردازین، به خاطر ازی که کمک های اولیه که بخواین شما برای ازی فایده برسانین حالت زنا بدتر نشه. خب اینا بودن از روش های یک نفری. میریم سراغ
حمل انتقال دو نفری. یعنی اگر ما و شما دو نفر باشیم چه قسم یک مصدوم را چه نجات میدیم؟ خب بله. یک روش های یک نفری هم هست، این هم از یک از روش ببخشید مونده بود است به شما. این روش های روش به شکل چی است؟ روش آتش نشانی. این حالت است که وزن یک مریض خیلی سنگینه، بعد مصدوم در پایان قرار میگیره، شما در بالا قسمی که در تصویر میبینید دست از پشت گردن شما میگیره مریض، شما میتونید مریض را با یک فاصله کم شما اینا رو چی بکنن؟ انتقال بدید. بله بسیار خوب. و طریق دیگری؟ طریق دیگر طریقه های میرم سراغ طریقه های دو نفری. اگر دو نفر باشه یک مصدوم را چه قسم انجام میده؟ که در اینجا حمل دو موج هست، حمل دو عصایی هست، یعنی انتقال به شکل دو عصایی، انتقال به شکل چهار موج و انتقال زنبعی یا حمل زنبعی هستند. میرم سراغ حمل دو موج. دقیقاً زمانی که دو شخص همزمان باشد، تصویر که شما در اینجا میبینین، دو دست از قسمت پایانی نفر، یعنی دو دست قسمت پای را حمایه میکنه و دو دست از قسمت تختی پشت برای نفر حمایه میکنه. شما میتونین به این روش، البته شخص باید قسمت یعنی زیاد شعور نداشته باشه، مکمل مریض بیدار باشه، مریض هوشیار باشه و مریض برای شما هدایت بکنه که این کارا رو برش انجام میتین. میتونین در فاصله زیاد انتقال بدین از یک جا به جای دیگه، شخص مصدوم بدون کدام عوارض ان شاء الله انتقال پیدا میکنه. اگر زیاد شعور داشته استاد چه مشکلی را ایجاد میکنه؟ خب اگر زیاد شعور داشته باشه دقیقاً مریض توضیح داده نمیشه، مثلا ممکن صدمه در قسمت ستون گردن باشه، درست است، فقرات گردن باشه. اگر شما در این حالات اینا رو انتقال بدین، جایزی که به مریض کار خوب بکنین، حالت مریض بدتر میشه، وضعیت مصدوم خرابتر میشه. پس به اون حالت ما در قبل در شروع هم گفتیم، زمانی که ما میخوایم یک شخص مصدوم را انجام چه را انتقال بدیم، اول باید از خود مصدوم خود آگاه بکنیم که دقیقاً صدمه در کدام ناحیه است، در کدام قسمت است. بله، در ادامه زمین باز ما توضیح خواهیم داد که شخصی که اصلا زیاد شعور داشته باشه، شخصی که اصلا با شما گپ زدن نتونه و مصدوم هم قسمی باشه که شما پیدا نتونید که در کجای از صدمه دیده، او را هم باز در روش های بعدی باز براتون میگیم که چه قسم اونا را انتقال بدیم. بسیار خوب. خب بله. طریقه بعدی؟ طریقه بعدی حمل دو عصایی هست. قسمی که پیشتر ما گفتیم در حمل یک عصایی یک شخص شخصی مصدوم را از یک جا به جای دیگه انتقال میده، در حمل دو عصایی دو نفر. بسیار خوب. اینا چه قسمی است که آسیب در قسمت های تحتانی بدن است؟ مثال یک نفر هر دو پایش آسیب دیده راه گشته نمیتونه، یا مثال آسیب در بغیر ستون فقرات باشه، هر دو پایش باشه یا هر حالات دیگه، میتونه دو شخص از یک جای به جای دیگه میتونه اینا رو انتقال بده. در کل حمل دو عصایی برای اشخاص استفاده میشه که اینها توان حرکت نداشته باشه، بسیار. از ناحیه پا حرکت کردن نداره. بله. دیگه طریقه انتقال ما شما طریقه حمل چهار موج هست که در اینجا شخص از دو طرف گردن میگیره، دو دست تنها از قسمت پایان. فرقش با دو عصایی است که دو عصایی از قسمت تخته پشت مریض حمایه میکرد، در این قسمت از تخته پشت حمایه نمیشه، فقط از قسمت پای. شکل شکل که مریض میشینه دقیقاً مثل که در سر چوکی شده باشه، مصدوم را شما از قسمت حمایه بکنه، میتونه از یک جای به جای دیگه هم انتقال بده. بسیار خوب. بله. و طریق بعدی؟ طریقه بعدی هست طریقه زنبایی هست، گرفتن بالا و پایین مصدومه که دو شخص از قسمت شانه مریض میگیره و دو شخص از قسمت پای مریض. البته در این روش خیلی متوجه باشن که اندکترین آسیب در قسمت ستون فقرات یا در قسمت مورهای گردن اینا نباید باشه. به این روش هم این طریقه زنبایی میگه. یک از روش هایی است که در اندام های پایینی این مصدوم را میتونیم به بسیار به شکل درست اینا رو چه بکنیم؟ انتقال بکنیم. بسیار خوب. بله. و طریقه بعدیش استاد؟ خب طریقه بعدی از طریق های حمل گروهی هست که در حمل گروهی وقتی که یک مصدوم ببینین، یک از روش های خیلی خوب از حمل گروهی، کسایی که صدمات بیشتر دیده باشد در قسمت ستون فقرات یا بعضی قسمت های دیگه، ما میتونیم یک از روش هایی که خیلی سیف هست که این روش رو انجام میدیم، که از جمله تصویری که شما در اینجا میبینین، این حمل را به نام حمل آغوشی میگه. یعنی دو یا سه نفر همزمان مریض را در آغوش خود میگیره از تمام قسمت ها، یک مریض از قسمت بالا، یک شخص از قسمت بالا، شخص دیگه از قسمت تنه و شخص دیگه هم از قسمت پاها. سه شخص همزمان یک مصدوم را انتقال میده. یک از روش های خیلی خوب است در صورتی که کمک کننده یا امدادگر ما زیاد داشته باشیم، حمل آغوشی بهترین طریقه است. طریقه دیگه هم طریقه زگزالی برش میگن، که این طریقه را هم مثل حمل آغوشی تصویر بعدی ما میبینیم. این طریقه زگزالی هست که ما در اینجا هم تفاوتش قسمی است که در حمل آغوشی یا انتقال به شکل آغوشی، اشخاص کمک کننده به یک طرف مصدوم قرار میگیره، بعد در حمل زگزاگی تفاوتش اینه که اینو در دو طرف مصدوم قرار میگیره.
بله. مثال بسیار. شخصی که از قسمت سر گرفته در طرف راست مریض، شخصی که از قسمت تنه گرفته قسمت چپ میره بسیار. و شخصی که از قسمت پاها گرفته اینا هم در قسمت راست میره. به این روش هم میتونه روش خیلی سیف باشه در قسمت انتقال مصدوم. بسیار خوب. بله. طریق بعدی؟ طریقه انتقال مصدوم یم با وسایل کمکی هست. طریقه ای که ما شما با وسایل کمکی میتونیم انتقال بدیم، خب ای بهترین طریقه هست در صورت که اینا موجود باشه. ما قبلا طریقه هایی را توضیح دادیم که بدون وسایل، یعنی ما فقط شخص کمک کننده و شخص مصدوم بود. بله بله. در اینجا ما هستیم، شخص کمک کننده هست و یک وسایل کمکی دیگه هم هست که اینا را دانه دانه ما و شما طریقه های ازی میتونیم دو نفره باشه توسط صندلی یا چوکی. یک از روش هایی که خیلی مؤثر هست و حتی در قسمت بالا کردن یک شخص مصدوم از راپلا، روش حمل توسط چوکی هست که ما و شما زمانی که یک شخص مصدوم باشه ایره در چوکی میشانیم، بعد از دو قسمت چوکی میتونه شخص مصدوم را از راپله از یک جا به جای دیگه چی بکنه اینا را بالا ببره. خب این روش حمل مصدوم به روش چوکی کسایی است که اینها هم باید یعنی ذهنن مریض حالت را درک بکنه، بفهمه گپی که شما میگین اون درک باشه، اون داشته باشه. بله. برای کسایی است که به خصوص از راپلا زمانی که یک مصدوم را شما انتقال میدین، یکی از روش‌های خیلی خوب است که میتونیم به طریقه چی چوکی اینها را بشونن و انتقال بدین. بسیار خوب. خب بله. بفرمایید استاد. استاد این انتقال کردن، انتقال دادن فرد مصدوم چقدر مهم است؟ فعلا متاسفانه که ما و شما میبینیم حوادث و مثلا خیلی یه حوادث زیاد شده. بله. چقدر میتونه کمک کنه طریق درست انتقال دادن؟ ببینید دکتر صاحب، ما زمان در شفاخانه هستیم، اشخاص مصدوم زمان که به شفاخانه مراجعه میکنن، اینه شاید به طور کامل براتون بگم 40% اشخاص مصدوم که در شفاخانه مراجعه میکنه حالت از اون وقتی که بدتر میشه از اثر انتقال نادرست مریض در شفاخانه شخص چی میشه؟ صدمه زیادتر میشه. مثلا اگر یک عضو شکسته، مثال براتون میدم، اگر در یک زمانی که یک شخص مصدوم یک عضو شکسته داره، فقط استخوان شکسته، وقتی که استخوان میشکنه دو سر استخوان با هم دیگه به اصطلاح خیلی ساده براتون توضیح بدم اینا تیز میشه. بعد در اینجا رگ های رشته های عصبی هست، رگ های خونی هست، شریان های خونی هست. زمانی که اینا اگر به شکل درست اینا چه شوه؟ عتل شوه، یعنی بی حرکت شوه عضو، هیچ مشکلی در اینجا رخ نمیده. نه کدام رشته عصبی از بین میره و نه کدام رگ خونی پاره میشه. در صورت که اشخاص غیر مسلکی باشه، اینا حرکت داده شوه، استخوان دو طرف استخوانی که میده شده تیز هست، ممکنه که اینمی استخوان باعث پاره شدن رگای خونی یا رشته های عصبی، بله حتی قطع رشته های عصبی میشه. به خصوص از قسمت ستون فقرات خیلی متوجه از گپ است. یعنی زمانی که ما بخوایم که یک شخص مصدوم را درست انتقال بدیم، خیلی مهم هست که چی کسی فرد مصدوم را انتقال میده، حتی در صحتمند شدن شخص ای زودتر کمک بله میکنه. بسیار زیاد تشکر استاد. خب استاد تشکر از اینکه تشریف آوردین و وقت گذاشتین به برنامه ما. سلامت باشین. تشکر. اگر کدام پیام یا گفتنی داشته باشین؟ خب پیام خب زیاد هست، گفتنی هم زیاده. منتها چیزی که به عنوان یک شهروند ما میخوایم از دریچه تلویزیون شما براتون برای کل جوانا بخصوص بگویم، او این هست که لطفاً فقط تنها کاری که میتونید تلاش، زحمت، پشتکار. درست از حوادث اخیر همه ما رو، ذهنای ما رو، یعنی واقعا حتی خودم رو، ذهن ما رو درگیر کرده، ولی باز هم ما و شما فقط یک هدف داریم، هدف ما تعلیم هست و باید برازون بجنگیم، تسلیم نشویم. تشکر. بله. بسیار زیاد دکتر، تشکر کردین. تشکر بله. شما. خب دوستان عزیز، تشکر از همراهیتون که تا با لحظات آخر برنامه ما را همراه بودین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.